این هزار آموزگاری رو که دستگیر کردن، یه سری رو جریمه کردن، نامهاشون رو دارم در برنامه ای که ساعت 2:30 بعد از ظهر، 2:30 بعد از ظهر به وقت تهران، ساعت 1 بعد از ظهر روز جمعه به وقت اروپای مرکزی، 4 بامداد به وقت لس آنجلس پخش میشه، با آگاهی شما خواهم رسوند. و میگم که اینها از چه شهرهایی و با چه جرمهایی بودن. شما آموزگاران که رهبران مبارزه هستید، این بار کوتاه نیایید. ببین چندین بار شما اقدام کردید، ولی شوربختانه یا همه آموزگاران از شما پشتیبانی نکردند، یا اینکه خانواده دانش آموزان از شما پشتیبانی نکردند. من به شما خانواده های دانش آموزان گفتم که فرزندانتون رو وقتی به دست این آموزگار میسپارید، انتظار دارید که این آموزگار فرزند شما رو آموزشش بده، تربیتش کنه، پرورشش بده. تربیت به اون معناست که یعنی دانش یاد بگیر ازش. خب این آموزگار باید فراغت داشته باشه، باید زندگی راحت و خوبی داشته باشه، باید خودش زندگیش تأمین باشه، باید دسترسی به کتابی داشته باشه که بره دانش رو ازش فرا بگیره بیاد منتقل کنه. وقتی یک کتاب فقه رو میدن دستش، وقتی میگن فقط شرعیات رو باید بگی، وقتی بهش میگن فقط حق داری این حرفا رو بزنی، اگر درسی از میهن پرستی دادی اخراجت میکنیم، وقتی به عنوان روزمزد و پیمانی استخدامش میکنن، وقتی که بهش اجازه نمیدند که واقعیت ها رو بگه، این چه کار میتونه بکنه؟ شما وظیفه دارید که از آموزگارانتون پشتیبانی کنید. شما مردم ایران اگر قصد رهایی دارید، شما زنان اگر قصد رهایی دارید، شما جوانان اگر قصد رهایی دارید، آموزگاران در صحنه هستند، آموزگاران رهبران این مبارزه هستند، از آموزگارانتون پشتیبانی کنید. در پایان برنامه، آنچه را که فرموده شاهنشاه آریامهر ایران پدر هست به شما یادآوری میکنند. ایشان فرمودند به ایران بیندیشیم. همه به ایران میاندیشیم. اولیا حضرت شهبانوی گرامی میفرمایند نور بر تاریکی پیروز میشود. مطمئن هستیم که فرمایش شهبانوی گرامیمون درسته. نور بر پیروزی بر تاریکی پیروز خواهد شد. با امید پیروزی شما مردم ایران، ساعت 2:30 بعد از ظهر روز جمعه، یعنی فرداست 2:30 بعد از ظهر، باز در خدمت شما همیهنان گرامی هستم. بدرود.
مردان.